سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و اعضای عزیز کانال پرشین هندی من. قرار شد که امروز با هم این عینک اتومات جوشکاری رو بررسی بکنیم. بدون صحبت اضافه ابتدا بدنه این عینک رو با هم بررسی میکنیم و بعد هم میریم سراغ قسمت اصلی کار که فیلتر عینک اتوماتمون هستش. پس با من تا آخر کار همراه باشید. جنس بدنش از پلاستیک نرم و همینطور جنس قاب از پلاستیک فشرده هستش. فیلتر ما از دو قسمت تشکیل شده، به صورت لولایی باز و بسته میشه، قسمت بیرونی که خود فیلتر هست و قسمت داخلی هم یک شیشه معمولی هست. الان میخوام فیلتر رو از دستگاه جدا کنم. این فیلترمون هست، این هم یه تیکه تلخ که جلوش هست. همونطور که میبینید چند عدد خار در داخل قابمون وجود داره. اینا خارهایی هستن که داخل قاب وجود داره، اما چون این فیلتر بزرگ بوده برای این قاب، اومدن از این قسمت دوتا خار رو شکوندن تا این فیلتر داخلش جا بشه. چند نکته هست که من در مورد این قاب این عینک میخوام خدمتتون عرض کنم. اولین نکته اینه که به هیچ عنوان با یک عینک جوشکاری نکنید، حالا چه فیلتر اتومات داشته باشه چه فیلتر اتومات نداشته باشه، چون این فقط چشمای شما رو میپوشونه و صورت و گردن شما کاملا در معرض اشعه ما برای بنفش قرار داره. دوستان عزیز، در مورد مهمترین قسمت این عینک اتومات جوشکاری میخوایم بحث بکنیم که فیلترش هستش. این فیلتر در حقیقت یه شیشه ایه که در مقابل نور شدید به صورت خودکار تاریک میشه. مشخصاتی که برای این فیلتر برای جوش ذکر شده اینه که بین درجه 3 الی 11 میتونه تاریک بشه و دو تا آرک سنسور داره. در هنگام جوشکاری برق، ماسک جوشکاری ما حداقل باید به اندازه‌ی درجه 9 تاریک بشه تا اشعات ما برای بنفش و مادونی قرمز به چشم ما آسیبی وارد نکنن. یکی از بهترین محسناتی که این فیلتر داره اینه که در یک چشم هم زدن و در یک 10000 ثانیه به سرعت میتونه تاریک بشه. اما پس فرق این فیلتر با فیلتر ماسک‌های اتومات جوشکاری گران قیمت چی هست؟ اگر دقت کرده باشید، ماسک‌های اتومات جوشکاری استاندارد دارای پنجره بسیار بزرگ هستند، حدود 2-3 برابر این فیلتر، و همینطور صفحات خورشیدی اون فیلتر هم بسیار بزرگتره، قدرت تاریک شدن بیشتری هم دارن. در پشت این فیلتر ما هیچ دکمه برای تنظیمی وجود نداره، اما در پشت فیلتر ماسک‌های اتومات جوشکاری گران قیمت چندین دکمه برای تنظیم وجود داره. بر فرض مثال دکمه‌ای دارن برای تنظیم سنسور، دکمه‌ای دیگه دارن برای درجه تاریکی و همینطور هم تنظیم دیلی دست. چیزی که در این فیلتر وجود داره و میتونه با ماسک‌های جوشکاری گران قیمت رقابت بکنه، سرعت تاریک شدنش هست. اما مشکلی که متأسفانه داره اینه که قدرت تنظیم دقیقی برای تاریک شدن نداره، یعنی امکان داره که این فیلتر هنگام جوشکاری کمتر از درجه 9 تاریک شه و به چشمتون آسیب برسونه. در این ویژگی‌هایی که این فیلتر خوب برای استفاده باید داشته باشه، اول اینکه سرعت تاریک شدنش خوب باشه، دوم اینکه به صورت دقیق و اندازه بتونه تاریک بشه. یعنی اگر سنسورهایی که بر روی این فیلتر وجود دارن و خود سیستم فیلتر نتونن تنظیم بکنن که هنگام جوشکاری به چه درجه تاریک بشن، مطمئناً به چشمتون آسیب وارد میشه. من در انتهای این ویدیو تجربه جوشکاری با کلا ماسک استاندارد رو میذارم تا فرق یه فیلتر استاندارد رو با فیلتری که دارای استانداردهای کافی نیست متوجه بشید. دوستان عزیز، من میخوام با یه چراغ سرعت تاریک شدن این فیلتر رو بهتون نشون بدم. حالت عادی هم که با همین درجه تاریکی شما میتونید اطرافتون رو ببینید. حالا میخوایم با هم جوشکاری بکنیم، ببینیم که آیا هنگام جوشکاری هم کارایی داره یا خیر. آمپر جوشکاری روی 80 با الکترود نمره 3.
حالا میخوایم مقایسه کنیم با عملکرد شیشه ماسک معمولی جوشکاری و در نهایت هم یه تیکه فیلم از عملکرد یه فیلتر استاندارد جوشکاری رو با هم بررسی میکنیم. دوستان عزیز، الان با هم میریم عملکرد این فیلتر رو در مقابل نور آفتاب بسنجیم. نظر بنده این فیلتر استانداردهای کافی رو نداره، به خصوص در جاهای تاریک باهاش جوشکاری نکنید، اما در روشنایی روز میتونید ازش استفاده بکنید. نکته پایانی که با خدمتتون عرض کنم اینه که ایمنی خودتون رو حتما جدی بگیرید. چشم بسیار بسیار حساسه. درسته که قیمت این عینک جوشکاری 100 هزار تومانه و از کلا ماسکای اتومات که از 500 600 هزار تومان شروع میشه خیلی ارزان‌تره، اما یادتون نره که ارزش چشمای آدم بسیار بسیار بیشتر از این قیمتاست. اگر این عینک جوشکاری خریدید و بعد استفاده براتون مشکلی پیش نیومد، همچنان استفاده بکنید. اما اگر کوچکترین آسیبی احساس کردین به چشمتون داره وارد میشه یا دچار برگرفتگی سوختگی شدید برای چند دقیقه جوشکاری، از این عینک جوشکاری استفاده نکنید. قضاوت رو میسپارم به خودتون.